روند انتقال دشوار اما برگشت ناپذیر. نگاه کردن خاک و مردمش به دست جوانای خود وطن ما حتمی است و ضروری است و برگشتنی نیست. امروز مراکز تمامی 34 ولایت و ولایت‌های اروزگان، کاپیسا و پروان به عنوان تطبیق مرحله سوم روند انتقال اعلام شد. با اعلام این مرحله مسئولیت تامین امنیت 260 واحد اداری که 75% جمعیت افغانستان را در خود جا داده، نیروهای امنیتی افغانستان عهده‌دار شدند. و پس از این تنها دو مرحله دیگر برای دریافت مسئولیت‌های امنیتی توسط نیروهای امنیتی افغانستان باقی مانده است. امید و بیم دو روی سکه در روند انتقال شمرده می‌شوند. از یک جهت امید و خوشبختی موفقیت و سوی دیگر بیم از ناامنی و چالش. نبود حکومتداری خوب، اقتصاد تولید کننده و فساد در شمار از نهادهای عدلی و قضایی نگرانی جای این روند شمرده می شود. امنیتی ما مورد توجه خاص قرار گرفته، در بود حکومتداری، در بود اقتصاد مالت و در بود عدلی و قضایی ما مشکلات جدی داریم. اما خوشبینی، تجهیز و آموزش و امید به دریافت تجهیزات پیشرفته. ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان، نیروهای امنیتی افغانستان قابلیت تامین امنیت داخلی را به دست آورده. از لحاظ تجهیزات، از لحاظ تعلیم و تربیت، از لحاظ مدیریت، از لحاظ پلان گذاری در تمام عرصه‌های ظرفیت کاملا و اطمینان میتونین بگین که به دست آورده. مرحله سوم روند انتقال همزمان با رویدادهای امنیتی در افغانستان به همراه بوده. ترور ارسلا رحمانی، عضو شورای عالی صلح، کشته شدن دو سرباز خارجی و همچنان نگرانی از بستن مکاتب توسط مخالفین مسلح. پر پرسش‌های اصلی این است که روند انتقال تا چه حد بر اساس برنامه‌ریزی دقیق به پیش می‌رود. آیا حکومتداری سالم، موجودیت فساد و نبود اقتصاد کارا این روند را با چالش ناکامی روبرو نخواهد کرد؟ و سرانجام نگاه ناتو تا یک هفته دیگر در نشست شیکاگو نسبت به مسئله امنیتی افغانستان چگونه خواهد بود؟ سلام، بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز هستید. من شیرزاد هستم. خانم شکریا بارکزای عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان، آقایان فرهاد عزیمی نایب منشی مجلس نمایندگان، امینالله حبیبی کارشناس روابط بین الملل، عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی، مهمانان گرانقدر خوش آمدید. خانم بارکزای با شما آغاز میکنیم. امروز مرحله سوم روند انتقال مناطقش مشخص شد. شما عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان هستید. تا چه حد روند انتقال بر اساس یک برنامه ریزی دقیق به پیش میره؟ تشکر. بارز سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیزی که برنامه را میبینن. در سال قبل کمیسیون امور دفاعی دیدگاه مشخص خود و به اصطلاح چوکات چگونگی روند انتقال گذشته از اینکه به بررسی گرفتن به نقد هم گرفتیم. با باور ما تنها تغییر و تعویض بیرق و سلامی و تقدیم کردن قطعه به معنای سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نیست. تجهیز از اونا، تعلیم از اونا و از همه مهمتر این استراتژی و پالیسی روند انتقال باید مساوی و موازی به برنامه های انکشافی و پروژه های انکشافی از جمله حکومتداری خوب و عرضه خدمات باید موازی به هم حرکت کنه که با کمال تاسف همچو چیز نیست. شما خودتان میبینین که امروز اگر دولت افغانستان مدعی از این است که 75% مسئولیت های امنیتی را در تمام افغانستان اینا تانستن به دست بگیرن و این پروسه را با یا این روند با عنوان یک روند کامیاب میخواین معرفی کنن، پس این به این معناست که مکاتب ما مسدود نمیشه. اما واقعیت و تصویری که امروز ما از جامعه افغانی داریم یک موضوع جدا از این نشان میده. حتی در شهری که چند کیلومتر با کابل فاصله داره، در مرکز شهر و در حومه شهر مکاتب مسدود میگرده. در داخل شهر کابل شما میبینید که حملات تروریستی را اندازی میشه. و اجازه بدین آنچه که وزارت دفاع ملی سخنگویش با عنوان اطمینان از تجهیزات سخن گفتن و اکمال بودن و پذیرفتن 100% مسئولیت های امنیتی را یاد کردن، من بیشتر فکر میکنم از یک واقعیت یک آرمان است
که همه مردم افغانستان دارن، واقعیت ها تلخ تر است. مهمترین نظری که کمیسیون ما و اختلاف دیدگاه بین ما و برنامه روند انتقال وجود داشت، پیشنهاد ما می بود که شما این پروسه و این روند از مناطق بد امن و ناامن آغاز کنین، به دلیل از اینکه شما اگر اونجا میرین و دقیق دشمن تارگت قرار میتین و در اونجا عرضه خدمات صورت میگیره، شما مناطقی که در معرض خطر هست خطر ازش دور میکنین. اما برخلاف اینا فقط به دلیل ساده بودن کار اول شروع کردن از ولایات و ولسوالیایی که بیشتر در معرض خطر نبود. حالا یک سوال از میان صحبت های شما، فکر میکنید این روند انتقال که دو مرحله گذشت، امروز مرحله سوم هم اعلام شد، در حد بوسیدن بیرق و تعویض بیرق است؟ بس در بسیاری از موارد نیست، اما در کل 100% هم آنچنانه که ما فکر میکنیم که میتانیم این پروسه را و این روند تنهایی با یک برنامه مورد تطبیق قرار بتیم، با او گونه هم نیست. آقای عظیمی، شما نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان هستین که پیشتر از این ولایت بلخ روند انتقال در مرحله دوم تطبیق شد. حال این روند انتقالی که بیشتر در کنار مسئله نظامی بیشتر بود، حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی بیشتر مطرح میشه، چون این مسائل در ولایت بلخ صورت گرفته یا در حد همون بوسیدن بیرق و تعویض بیرق بوده؟ ببینین، بسم الله الرحمن الرحیم، خود مسئله نقش اساسی که در قسمت ضعف و یا تقویت نیروهای امنیتی ما دارد، مسئله تجهیزات و مسئله خود ظرفیت های که در اردو وجود داره و در ضمن خود مسئله تمویل نیروها که به صورت دوامدار متاسفانه نگرانی های زیاد وجود دارد، در خود ضعف و تقویت نیروها نقش اساسی را داره. ولی یک مسئله مهم دیگه که بسیار مهم است و متاسفانه دقت لازم صورت نگرفته، خود مسئله درک سیاسی و برداشت و روی ملی در بین خود ارتش است. متاسفانه روی که باید ملی بوده باشه و ارتش به عنوان یک ارتش ملی عمل بکنه، متاسفانه در ارتش وجود نداره. و شما میدانید که ارتش ما متشکل از کسانی است که یا به طالبا ارتباط داره، یا به حزب اسلامی ارتباط داره، و یا به گروپ ها و تنظیم های مختلف جهادی و گروه هایی که در افغانستان مطرح است. و شما میدانید که در دو دوره، چی در زمان حکومت دکتر نجیب الله و در حکومت مجاهدین، همیشه ای آسیب پذیری را ارتش ما داشته. موقعی که یک مشکل یا مسئولیت متوجه ارتش ما شده، بسیار به صورت آسان پاشیده، یا ای که مقاومت صورت نگرفته، و یا اینکه هر کس به طرف تنظیم و گروه خود رفته، که متاسفانه همی وضعیت فعلا در ارتش به وضوح مشاهده میشه. و اندکترین یک مسئله ارگاه در این کشور رخ بده، ارتش از هم میپاشه، چی از لحاظ فکری و چی از لحاظ عقیدتی. او روی ملی که باید سر ارتش کار میشد، متاسفانه کار صورت نگرفته و نگرانی زیاد وجود داره. و برمیگردیم در قسمت ولایت بلخ، متاسفانه وعده هایی که از طرف حکومت و جامعه جهانی داده شده بود، صرفا خود پروسه انتقال یک امر سمبولیک است. و از بود خارجی من فکر میکنم کشورها به خاطر از اینکه بار از شانه خود خالی کرده بوده باشه و در انظار عمومی طور بیان بکنن که گویا وظیفه ما ختم است و امروز نیروهای قوای مسلح افغانستان توانایی از این را دارن که از افغانستان به صورت مستقلانه دفاع بکنه، بنان وظیفه ما ختم است و حضور ما در افغانستان دیگر ضرور نیست. و این مسئله را میخواین زیاد مطبوعاتی بسازه. و ما و شما میدانیم که چون در این 10 سال در قسمت تقویت و تجهیز و تسلیح اردوی ملی، پلیس ملی و سایر نهادهای قوای مسلح توجه صورت نگرفت، ما نمیتونیم که طور توقع میره که تا سال 2014 اردوی ملی مرحله انتقال به صورت مکمل تکمیل شود و 2014 مسئولیت‌ها، تمام مسئولیت‌های امنیتی را نیروهای افغانی بگیره. ما فکر میکنم که در این 2 سال ما انتظار معجزه را نداشته بوده باشیم. اگر باز هم تمرکز بکنیم از ولایتی که شما نمایندگی میکنید و این روند در واقع در اوج تطبیق شده، چگونه است؟ آیا واقعا همون مسائل خارج از بود نظامی مد نظر گرفته شده یا خیر؟ متاسفانه فکر میکنم که فقط در ولایت بلخ جابجایی سربازهای افغانی با سربازهای خارجی بوده و سایر وظایف که چی جامعه جهانی و چی حکومت داشته متاسفانه انجام نداده. در حقیقت انتقال ما فکر نکنم که صرفا جابجایی باشه، بلکه مجموعه از وظایفی است که حکومت افغانستان باید او را به عهده بگیره و جامعه جهانی حکومت افغانستان را در این خصوص حمایت بکنه که مسئله حکومت
نگهداری خوب است، تامین عدالت است، حاکمیت قانون است، سایر ملفه هایی است که میتونه این پروسه انتقال تقویت بکنه. صرفا جابجایی از سربازای افغانی با سربازای خارجی فکر بکنم درد را دوا نمیکنه. آقای حبیبی، شما در بریتانیا بیشتر دانش پژوه این مسائل نظامی هستید و مطمئنا اخبار افغانستان در لحظه به لحظه دنبال میکنید. فکر میکنید آنچه که آقای عظیمی به عنوان نماینده مردم و خانم بارکزای اشاره کردن، چرا این روند انتقال بیشتر به مفهوم امان سمبولیکش است و نگاه تنها در بود نظامی و تعویض بیرق است؟ ببینید، در دنیای مدرن، در دنیای حالا غرب میگیم و به طور کلی دیدگاه مدرن این است که شما وقتی یک پروسه را آغاز میکنید، یک سنجش دقیق صورت میگیرن، اطلاع رسانی میشن و بعدش تصمیم گرفته میشه که این انتقال چگونه صورت بگیره یا این برنامه چگونه تطبیق شوه. در ما دو قدم را برداشته بودیم، مرحله اول انتقال و مرحله دوم انتقال. از این دو مرحله ما در بررسی دقیقی را از دولت تا حالا نشنیدیم که در کجا موفقیت هایی داشتن و چه چالش هایی را باش روبرو بودن که حالا یک باره این قدم سوم را این گونه وسیع برمی‌دارن. من فکر میکنم که این قدم بسیار قدم وسیع است. یک باره مراکز 34 ولایت را مسئولیت امنیتیش را منتقل کردن به دولت افغانستان شاید قدم بسیار بزرگی باشه. شاید بهتر این بود که در این دو قدمی را که برداشتن بسیار محتاطانه، فاصله زمانی اینها را کوتاه میکردن و در این قدم ها را نسبتاً سریعتر برمی‌داشتن ولی کوچکتر. آقای حبیبی، مغالطه نشه، این 34 ولایت که بیشتر گفته میشه تنها مراکز ولایت ها است. 11 ولایت را بنابر این برنامه ریزی که حالا صورت گرفته است مسئولیت نیروهای امنیتی افغان دریافت کردن، یعنی 75% جمعیت افغانستان را پوشش میدن. ببینید، من تا حدودی موافق هستم با انتقادهایی که شد، ولی ما به عنوان یک ملت بالاخره باید این مسئولیت را به عهده بگیریم، چه بخوایم چه نخوایم. نیروهای جامعه بین المللی افغانستان را ترک میکنن. حالا ممکن است با چالش های مواجه باشیم و بعضی از چالش هایی را که مهمان برنامه گفتن، بعضی از این چالش ها برمیگرده به شیرازه نگرش ما در مورد ملت، در مورد این که ما چه نگاهی به ملت داریم. بیشتر هنوز دیدگاه های قومی، دیدگاه های سمتی در جامعه ما متاسفانه حاکم هست و این بدون شک منعکس میشه در اردوی ما. ولی آنچه که مهم است این است که ما بالاخره با این چالش ها، حتی اگر این چالش ها حاکم است هنوز در نگرش ما در درون حکومت و در بیرون از حکومت، با این چالش ها باید مقابله بکنیم و این مسئولیت ها را به عهده بگیریم. منتها آنچه که مهم است این است که ما وسایل لازم را فراهم بکنیم. برای شما ببینید، آقای عظیمی سخنگوی وزارت دفاع گفتن که اردوی ما از لحاظ تجهیزات و از لحاظ مدیریت آماده هستند. ما هنوز این را به امتحان نگذاشتیم، این مسئول قدم سوم برداشته نشد تا ببینیم که واقعا از لحاظ مدیریت این توانایی را دارن یا ندارن. اینها محک میزنن همون دو مرحله‌ای که گذشت بیشتر. دو مرحله بسیار قدم های کوچکتری بود و چون که خانم بارکزایی گفتن از مراکز نسبتا امنی آغاز شد که ما چالش های زیادی در این ولایت ها نداشتیم. مثلا در دایکندی اصلا نیروهای بین المللی در اونجا حضور نداشتن که ما ببینیم که واقعا در اونجا این پروسه موفق بود یا نه. ولی این قدم سوم به احتمال خیلی زیاد این را محک خواهد زد که آیا واقعا نیروهای امنیتی ما از لحاظ تجهیزات، از لحاظ مدیریت توانایی این را دارن که این طرح بسیار گسترده و وسیع را مدیریت. یک سوال از میان صحبت‌های شما در حالی از یک جهت از برنامه حساب شده، از نبودش در میان حکومت افغانستان صحبت می‌کنید. فکر می‌کنید کشورهای غربی که بیشتر شما اشاره کردن که بر بنیاد امان برنامه‌های حساب شده و پیش میرن، حمایت از این روند و خوشبین بودن به این روند را چرا در ذهن دارن؟ ببینید، چند نکته در اینجا است. یکی این که کشورهای غربی ما چه بخوایم چه نخواهیم، به هر حال از لحاظ نظامی نقش خودشان را کاهش خواهند داد و این نقش بر نیروهای افغان واگذار می‌کنند. و نکته دیگر این که بعضی از دولت‌های غربی بالاخره با افکار عمومی خودشان هم پاسخگو هستن و میخوان که از افغانستان بیاین بیرون و بالاخره این پروسه را آغاز کردن که این رفع مسئولیت بکنن از شانه های خودشان و ما بخوایم نخواهیم اونها این خواسته دارن که به هر حال این مسئولیت باید منتقل شود. منتها مسئله اساسی این است که ما چگونه
با این مسئله برخورد میکنه. ما چگونه این تعهدات را از جامعه بین المللی میگیریم که در زمینه تجهیزات، در زمینه فراهم کردن وسایل لازم، معاش لازم، همین حالا بحث در روی این است که میزان یا تعداد این رویی که ما در اردوی افغانستان داریم این کاهش پیدا بکنه. یعنی جامعه بین المللی خواستار ازی هستن. اینه که دولت افغانستان باید روی اصول و بعضی از وسایل لازم که برای ایجاد و تطبیق پروژه سوم لازم هست را باید روش چانه بزنن و تأمین بکنن. سپاس. آقای رفیع، زمانی که در آغازین مرحله رئیس جمهور افغانستان اشاره میکنه که این روند برگشت ناپذیر است و بیشتر تمثیل کننده حاکمیت ملی است که به یقین چنین مورد است و تاکید بر این میشه که ای روان تنها بخش نظامی نداره، باید حکومتداری سالم مبارزه با فساد صورت بگیره. امروز هم در خبرنامه ریاست جمهوری یک بار دیگر به این مسئله تاکید میکنه. با توجه به صحبت‌های آقای احمدزی که شاکی است نسبت به موجودیت فساد و کار نشدن در بود توسعه، چرا حکومت افغانستان بیشتر مقطعی عمل میکنه و بیشتر برنامه‌ریزی نمیکنه؟ به نام خدا، متاسفانه دولت افغانستان در واقع در از ابتدا تا به حال در مورد انتقال، همچنان که دوستان هم به او اشاره کردن، یک برنامه بسیار درازمدت استراتژیک یا به اصطلاح حداقل برنامه‌ای که تا 2014 ما را بتونه به صورت بسیار مؤثر و معجز به یک جای برسانه نداشته. و به همون خاطر هم است که ما در چند مرحله گرفتیم و بسیار آهسته آهسته و بسیار به صورت غیر سیستماتیک اپروچ شده به این. از یک طرف فشار بین المللی به خاطر برآمدنش و کشیدن قشونش مطرح است، از طرف دیگر مشکلات داخلی افغانستان و همچنان مشکل ناکارایی حکومت در مجموعش در افغانستان باعث شده که ما در این پروسه به صورت مقطعی عمل بکنیم و همچنان نه تنها مقطعی عمل بکنیم بلکه بنابر ثوابدیدهای محلی حتی عمل شد. این ثوابدیدهای محلی هدفتون چی است؟ هدف ما از چگونگی کارکرد نسبت به مناطق است که در انتخاب مناطق در ابتدا به همون اساس که پیشترم خانم بارکزای با یک اشاره کردن که باید ما از همون مناطق صعب به اصطلاح وضعیت شروع میکردیم تا به مناطق سهل الوضعیت. ما در واقع امر بنابر یک ثوابدیده که باش که محلات را باید بگیریم که در اونجا یک مقدار امنیت خوب است و او را بتانیم ثابت بکنیم به عنوان از اینکه این مناطق اینا به صورت خوب میشه کنترل شوه شروع کردیم، در حالی که ما باید از مناطق شروع میکردیم که همونجا چالش آفرین ترین مناطق بوده. بله آقای رفیع، حالا منطق برای این مسئله وجود داره سوی کمیسیونی که مسئولیت این روند انتقال را داره. زمانی که بس از مناطق نسبتا امن شروع میشه، یعنی روند انتقال، بیشتر تاکید بر این است تا بیازمایند که این مناطق نسبتا امن چگونه اداره میشه و پس از هم در مناطق نسبتا ناامن که آقای بی اشاره کردن نقد که اینا وارد میکنن بیشتر به این است که نباید اینقدر هم عجله صورت میگرفت، مناطق ناامن در این مرحله سوم هم سپرده میشد. اما شما برعکس این مسئله باور من است که مناطق ناامن بهتر است در چیز زودتر مسائلش مشکلش هر شب تا همو چالش های اساسی که فعلا در پولوی حکومت افغانستان و همچنان در پولوی قوت های نظامی افغانستان، قوت های خارجی وجود داره که اگر مسائل به قسم برخورد شود که یا به اصطلاح قسم حل شود مشکلاتشان که کشورهای خارجی هم بتانند در اونجا کمک بکنند برای افغان ها، به نظر ما بسیار موثرتر خواهد بود نسبت به این که زمان اونا قوت ها را بگیرند که متاسفانه دیگران نباشند. خانم بارکزای، یک مسئله که آقای عظیمی به این اشاره کردن، نبود یک روحیه در میان ارتش افغانستان و همون ساختارهای قومی و مسئلهش ارتباط با گروه های عراس افغان، آیا شما این مسئله را میپذیرین؟ واقعا این مشکل وجود داره؟ به هیچ عنوان نه، نه امروز و نه فردا. به باور ما نیروهای امنیتی افغانستان همه ایشان با یک روحیه کاملا در خدمت وطن، مردم و بیرق جمهوری اسلامی افغانستان آماده فداکاری هستند و ایره بار بار به همایش گذاشتن. اما بله، من انکار نمی کنم از عدم مدیریت درست و سالم اینمی قوت و پتانسیل و ظرفیت موجود. این عدم مدیریت که میگن هدفتون از کدام اداره است؟ یعنی چیگونه باید مدیریت شود؟ در کل وقتی که ببینین یک پروسه اینا آغاز میکنن و شما به نحوی از آنها بهش اشاره داشتین که یک دوره آزمایشی، وقتی پروسه ها برگشت ناپذیر می باشه، دوره های آزمایشی نیست. یعنی آغازین مرحله منطقش بر اساس همی بوده؟ غلطترین منطق است. شما میرین خود چلنج میکنین، قوتتان چلنج میکنین و چرا باید در اول از مناطق بد امن و ناامن آغاز میشد؟ بدل از اینکه 3 سال متوالی دیگه وجود میداشت که اونمو مناطق در امن و سکون زندگی خود داشته باشن. ما نمیتونیم در آخر سال 2014 مناطقی را که در طی 10 سال مکمل در آتش جنگ سوخت روش بیرق افغانستان را بزنیم و بگیم پروسه انتقال تمام شد. در حقیقت اونو محک میزد بر قابلیت، توان
توانمندی و چگونگی تجهیز نیروهای افغانستان. بله، شما 6 ماه پیشتر از امروز در دیدار با رئیس جمهور افغانستان داشتین کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان. اصل دیدار بر بنیاد چی بود و چه مسائل شما با رئیس جمهور مطرح ساخت؟ اصل نفس دیدار ما ناشی میشد از مجموعه سفرها، راپورها، گزارش‌هایی که کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان داشت. در نشستی که ما با رئیس جمهور داشتیم ما بسیار جدی بودیم، جدن به نقد گرفتیم، از مدیریت و فساد گرفته تا نوع برخورد تبعیض آمیز و غرض آمیز که نسبت به قوای امنیتی در افغانستان وجود داره، فساد گسترده مالی و اداری، قومگرایی بیش از حد و سمتگرایی انکارناپذیر. این مشکلات بوده و در عین حال ما اشاره داشتیم که آنچه که خود ما ساخته میتونیم بریم به طرف خودسازی. ما تصدیق میکنم گپ دوست عزیز ما را که بله، ملت باید سهم داشته باشه، اما به این ملت هم باید فرصت انتخاب داده شوه، به این ملت عرضه خدمات باید برش صورت بگیره، به این ملت دولت به عنوان یک دولت، یک حاکمیت، قوت خود باید به عرصه نمایش بگذاره. شما چگونه میتونین از مردم افغانستان این توقع را داشته باشین که همسو و هم نوا با تمام برنامه های باشه که حداقل معلومات ندارن، روشنی چراغ برشان داده نشده، رادیوی نیست که اونا بشنون و بیرق که سرنگ است بر آسمان از اونا برافراخته نیست. شما در همو زمان هم برای جمهور افغانستان پیشنهاد کرده بودن که در قسمت تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان با سلاح‌های پیشرفته و سنگین و همچنان تجهیز نیروهای تدافعی هوایی افغانستان بیشتر باید توجه شود. فکر میکنه پس از گذشت بیشتر از 6 ماه تا چه حد به این مسئله توجه شد؟ دو مورد بسیار جالب بوده و نشست. مهمترینش تدوین دکترین نظامی افغانستان بود که رئیس جمهور در اون نشست در حضور لوید رستیز و وزیر دفاع بر ما وعده دادن که در ظرف 6 هفته آینده که اضافه تر از 6 ماه ازش سپری میشه، گفت تدوین میشه که متاسفانه تا امروز هم ما به چشم ندیدیم و به گوش هم نشنیدیم. در عین حال آنچه که ما به عنوان بحث مطرح کردیم، افغانستان هیچگاه، نه امروز نه فردا، نمیتونه که آنچنان مصارفی را که ناتو در اختیار افغانستان میگذاره امروز فردا هم با می هزینه ها ما بریم به طرف تجهیز نیروهای افغان. ما خواستیم که تجهیز نیروهای افغانستان بر مبنای ضرورت معلوم دار باید مدرن باشه، اما موازی با اقلیم، آشنایی با اسلحه و جغرافیا کار بده. در صورتی که ما نمیتونیم که آنچه که امروز به نام تفنگ کار گرفته میشه و این انقطاع میکنه و دیگه باید اوسو پرتین قابل ترمیم نیست، اینو مقایسه کنیم با مو کلاشینکوف کهنه روسی. بله، ترانسپورت که امروز با یامی تمام تیارا و تجهیزات هوایی که امروز ما در اختیار داریم، این فقط ترانسپورتی هست، نه شکاری هست، نه دافع هوا هست و نه هم تعرضی. یعنی در کل هیچ کار صورت نگرفت در این مدت 6 ماه، حتی همون دکترون نظامی هم برای شما فرستاده نشد تا وقتی که حداقل 20 صفحه کاغذ در 6 ماه نوشته نشد. دیگه معلوم دار گپای کلانش بعید است که بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. فرمانده کل ناتو میگه که دشمنان در برابر ما شکست خورده و افغانستان دیگر به لانه هراس افغانان مبدل نخواهد شد. آیا واقعا چنین است؟ باز هم خوش آمدید بیننده بر روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. فرمانده کل ناتو میگه که دشمنان در برابر ما شکست خورده و افغانستان یک بار دیگر به لانه هراس افغانان مبدل نخواهد شد. آیا واقعا چنین است آقای عزیمی؟ ببینید، ما میخواییم یک اشاره کوتاهی داشته باشیم در رابطه به نظر بارکزایسی. البته ما که پیشتر اشاره کردم روی مقاومت ملی یک عنصر بسیار مهم در خود پیشبرد امور نظامی در یک کشور همیشه مطرح بوده. ببینید، در موقعی که حکومت کمونیستی در پالویشان شوروی ها بود، سربازای عادی که بود در صفوف اردو بسیار خوب جنگیدن، ولی بسیار مهمتر از اون مسئله خود نوی رهبری و عدم سیاسی بودن اردو است. موقعی که آسیب پذیری به وجود آمد و نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرد، بالاخره رهبری ضعیف باعث شد که گرچند که از امروز اگر مقایسه بکنیم به مراتب بیشتر تجهیزات نظامی در اختیار اردوی وقت حکومت کمونیستی افغانستان قرار داشت، ولی تمام توپا و تانکا و تیارات در هر منطقه بنابر نفوذی که یک تنظیم جهادی یک گروه مسلح داشت به او تسلیم داده شد. و متاسفانه او روی ملی که باید سرش کار شود
کار نشده و امکان این آسیب پذیری و این خطر همیشه محسوس است و ما به وضوع مشاهده میکنیم. البته ما نباید با او سرباز شجاعی که دانست انتحاریا را از پا در بیاره و جان شیرین خود را فدا بکنه با او مقایسه این به وضوع مشاهده میکنید در کجا؟ ببینین وقتی که سرباز اردوی ملی یا پلیسی ملی حمله میکنه آمر خود را از بین میبره، همکارای خود را در کاغوش که خواب هستن از بین میبره، خارجی ها را از بین میبره گرچند که منصوب به اردوی ملی و پلیسی ملی است. و همچنان فعلا من فکر میکنم که نیروهای بین المللی حضور داره که شاید رهبری اردوی ملی حداقل به فکر از این نبوده باشه که منطقه را تسلیم بده. بله، اما گفته میشه این مسائل که شما بیشتر اشاره میکنین انگشت شمار است. ببینید چی تضمینی وجود داره که وقتی نیروهای بین المللی در سال 2014 افغانستان را ترک میکنه و تضمین لازم در رابطه با ثبات و امنیت افغانستان و تجهیز و تسلیح اردوی ملی داده نمیشود، این جنرالانی که است، این کسانی که در اردو است، با مخالفین دولت افغانستان ارتباط پیدا نکرد. هر عین قضیه که در زمان حکومت دکتر نجیب رخ داد و در زمان حکومت مجاهدین رخ داد او تکرار نشد. اما این تضمین وجود داره و در هفته آینده هم این تضمین داده خواهد شد. ببینید تا هنوز این مسئله واضح و مشخص نیست، ولی کنفرانس شیکاگو که در هفته آینده این تضمین را میده تا هنوز معلوم نیست که چی تضمین آیا داده میشه به افغانستان. آیا میخواهند که اردوی افغانستان در طول 10 سال که به می شکل تجهیز کردن به می شکل تجهیز میکنن که تا ما رو وادار بکنن که رویه خیلی ضعیف داشته بوده باشیم و در مقابل طالبا و حزب اسلامی سایر گروه های مخالف دولت افغانستان تسلیم شیم؟ شاید یک تلاشی چی از طرف حکومت افغانستان چی از طرف جامعه جهانی وجود داشته بوده باشه که ما را اردوی ما را ضعیف بسازد، توانایی جنگی و نظامی ما را خیلی ضعیف بسازد تا ما جز چاره با طالبا کنار آمدن و با عمو قوانین سختگیرانه که دارن یا با کسایی که مخالف این نظام است و پیشرفتای 10 ساله که گذشته او را به چالش بکشد مجبور شویم به خاطر از اینکه نباید جنگ شود و توانایی جنگ با اونا رو نداریم سر تسلیم فرود بیاریم. یک رای آوردن صلح طبیعی است که جنگ است و این جنگ به خاطر صلح ادامه دارد. باز هم اصل سوال، فرمانده کل ناتو میگه که دشمنان در برابر ما شکست خوردن و افغانستان یک بار دیگر به لانه هراس افغانان مبادل نخواهد شد. ببینید من فکر میکنم دو مرحله انتقال صورت گرفته. ما که نمایندگی ولایت بلخ را میکنم، موقعی که مرحله انتقال صورت نگرفت ما سه ولسوالی ناهم داشتیم، چهار بولک، چمتال و شولگره. امروز که انتقال امنیت صورت گرفته وضعیت به این شکل است. ما ندانستیم که آیا حضور نیروهای بین المللی قبل از پروسه انتقال چی مسئولیت داشت که ما ولسوالی های ناهم داشتیم و امروز که مسئولیت ها به نیروهای افغان سپاریده شده چرا امروز باز روند ناهمنی ادامه داره؟ بنابراین من کدام تغییری را در سطح ولایت خودم که نمایندگی میکنم ندیدیم و بازم به گپ پیشتر خود تاکید دارم که یک نمایش سمبولیک است، فقط جابجایی و تعویض است و برنامه هایی که جز ملفه های اساسی حکومت افغانستان است که در پهلوی روند انتقال نظامی باید صورت بگیره هیچ توجهی صورت نگرفته. و بازم تاکید دارم که دو سال که تا 2014 باقی مانده ما تقاضا و امید کدام معجزه را نداشته بوده باشیم. اگر یک بار دیگر تاکید بکنم این که میگن دشمنان شکست خورده، آیا واقعا شکست خورده؟ دشمنان چه قسم شکست خورده که امروز حتی در شهر کابل ترور صورت میگیره، ولایاتی که ناهم بودن ناهمنی گسترش پیدا کرده. ولی من بازم تاکید میکنم که این روند باید افغانی شود، ولی یک مدت زمان، یک مکانیزم و راهکاری که ما مطمئن شویم که ثبات در افغانستان تامین میشه و دوباره شهرها و ولسوالی های افغانستان در تصرف دشمن قرار نمیگیره، او وقت میشه که این افغانی شود. وقتی که ما پیش از وقت بخوایم افغانی بسازیم و تمام شهرها و ولایات خود را یکی پی دیگر عدست بتیم، من فکر میکنم که مسئولیت نداشته بوده باشه. نباید ما صرف انصر افغانی بودنش تاکید داشته باشه. آقای حبیبی، یک مسئله ای را که امون رویکرد سیاسی را که کشورهای مختلف گفتن در مسئله افغانستان دارن، به ویژه در بود روند انتقال که بیشتر بود تبلیغاتی داره برای انتخابات، این مسائل در افغانستان یک نقدی که بیشتر وارد میشه این است که در افغانستان هم این رویکرد بیشتر رویکرد نظامی گونه نیست، بلکه برخوردها بیشتر سلیقه‌ای و سیاسی است. آیا فکر میکنید واقعا چنین است؟ خب ببینید، من دو نکته را اول عرض کنم. یکی این که اردوی ملی افغانستان یکی از موفق ترین نهادی است که در افغانستان در این 10 سال گذشته ایجاد شده. یعنی تمام جامعه بین المللی و محافل تحقیقاتی در دنیا روی این اعتراف دارن که یکی از موفق ترین نهادی بوده.
حال در مقایسه با نهادهای دیگر در افغانستان البته فساد درش کم است و میزان قربانی دادن درش زیاد، چون که خانم بارکزای قبلا اشاره کردن. نکته دوم این که اما فراموش نشه خانم بارکزای یک مسئله ضعف مدیریت را گفتن، میپذیرین؟ بدون شک ضعف مدیریت، فساد داریم و فساد هم ضعف مدیریت، فساد در ما در افغانستان زندگی میکنیم و این یک نهاد افغانی است، بنابراین کاملا جدای از سایر ابعاد دیگه سیاست در افغانستان نیست. بدون شک فساد درش هست و ضعف مدیریت. عرض کنم که نکته دومی که جامعه بین المللی آنچه که من میدانم و تحقیقاتی که من داشتیم هیچ نوع گرایشی را، هیچ نوع تمایل را در جامعه بین المللی نمیبینی که عمدن بخواهن نهادهای امنیتی در افغانستان ضعیف شود تا ما وادار شویم که با طالبان وارد مذاکره شویم. آقای عظیمی گفتن چون این مسئله ممکن وجود داشته باشد. ممکن، من فکر میکنم که چنین چیزی وجود نداره و تمایل شدید در جامعه بین المللی هست که افغانستان بتونه روی پای خودش بیسته و تا که اینها بتونن به صورت با خاطر آرام از اینجا بیاین بیرون، برای اینکه جامعه بین المللی نمیتونه بپذیره که در افغانستان شکست خورده و خودش عامل شکست خودش بوده. این است که و نکته بعدی که میخواستم برگردم روی سوال شما که از آقای عظیمی پرسیدین، من فکر میکنم که در حوزه‌های نظامی و خصوص در جبهات دستاوردهای بزرگی داشتیم. شما در 2009 زمانی که آقای جنرال کالدول، جنرال آمریکایی که آمد و آموزش اردوی افغانستان را بر عهده گرفت و سرمایه گذاری روی اردوی افغانستان شد، تا اون زمان شک و تردیدی بود که ما احتمالاً این جنگ را ببازیم در افغانستان، این جامعه بین المللی جنگ را در افغانستان ببازه. ولی از اون زمانی که می‌بینیم سرمایه گذاری روی نهادهای امنیتی افغانستان میشه و اردوی افغانستان، و کم کم می‌بینیم که ما به سمت سوی حرکت می‌کنیم که بعضی از جاهایی که مراکز سازماندهی و عملیاتی نیروهای مخالف بود مثل مثلا هلمند، قندهار در نوار مرزی، میبینیم که اینا تمامش از نیروهای مخالف گرفته شده و تغییر تاکتیک از سوی نیروهای مخالف در شکل عملیات‌های انتحاری در داخل شهرها، این چیزیست که در یک جامعه بحران زده و مثل افغانستان چیز غیر عادی نیست. امکانش هست، به خصوص که ما تاکید نکردیم روی پیچیدگی سیاست در منطقه ما و ابعاد منطقه‌ای بحران در افغانستان. این است که به نظر من پروسه انتقال، این پروسه انتقال که صورت گرفته و به طور کلی پروسه انتقال و خارج شدن جامعه بین المللی، تا زمانی که این پیچیدگی‌های منطقه‌ای و این دست‌هایی که در منطقه خواهان این هستند که افغانستان کماکان بی ثبات باقی بمانه، تا این مسائل روش تاکید نشه و حل نشه و ما با بحران‌های یکی پشت دیگر روبرو خواهیم بود. با این مسئله بود منطقه‌ای مسئله هم خواهیم پرداخت. اصل سوال، فکر میکن تا آیا واقعا برخورد و رویکردی که در حکومت افغانستان نسبت به روند انتقال وجود داره یک رویکرد نظامی نیست، بیشتر رویکرد سیاسی است که ابزارگونه میخواین استفاده بکنن؟ خب من فکر میکنم که سیاست به طور کلی در افغانستان بسیار سنتی نسبت بهش عمل میشه. شما ببینید در همین هدایتی که آقای رئیس جمهور دادن، در اینجا گفته شدن که هدایت داده شده به وزارتخانه ها که در زمینه‌های اقتصادی کار بکنن. ببین کار با هدایت نمیشه، شما با طرح برنامه میتونی بیایی، میتونی وزارتخانه وزیر اقتصاد، وزیر نمیفهم مالیه، وزیر سایر وزارتخانه رو میاری میگه که خب طرح برنامه شما برای دو سال آینده چی هست؟ چند تا در این زمینه، در این زمینه بس آمار بتی، بیاین روش برنامه بتین. این است که با وقتی شما هدایت میتی اونجا هم هدایت شنیده شد و بعد مثل خانم بارکزایی که میگه 6 ماه میگذره که از این در مورد دکترین نظامی چیزی ازش نشنیده، در حالی که قرار بود در یک دو سه هفته بیایه، به همین شکل وزارتخانه ها یک بله میگن و چیزی ازش نمیشنه. اینه که با طرح برنامه میشه با این مسئله. خانم برکزایی، دو مسئله که آقای عظیمی اشاره کردن نسبت به این که شاید دید در میان جامعه جهانی وجود داشته باشه که حکومت ناگزیر شود مردم افغانستان این روند گفتگوهای صلح بپذیرند، یعنی حکومت در حالت ضعف باقی بمانه. آقای عبی اشاره کردن که جامعه جهانی دیگر توان شکست در افغانستان را ندارند و به هر گونه‌ای که باشه میخواهند که مشکل افغانستان حل شود. آیا واقعا شما چی فکر میکنید در میان این دو دیدگاه کدام بیشتر وزن داره؟ ما بیشتر ترجیح میتونم بگم که جامعه جهانی نمیخواد افغانستان و مخصوصا دولت افغانستان از موضع ضعف با دشمنای خود و با مخالفین خود. پس چرا در یک دهه توجهی کمتر نسبت به سرپا ایستادن شد؟ مدیریت افغانستان است.
جامعه جهانی نمیتونه تمام خرابی های ما را جور کنه. زمانی که حکومت افغانستان به ویژه وزارت دفاع افغانستان پیشنهاد میکنه که ما تجهیزات پیشرفته نیاز داریم، هواپیما نیاز داریم، باید تقویت شود نیروهای امنیتی سرحدی افغانستان، چون این کاری که صورت نمیگرفته نمیگیره، ضعف مدیریت در کجای حکومت افغانستان؟ اول کاش وزارت دفاع افغانستان طرح قانون مکلفیت عسکری نمیساخت تا همه اتباع افغانستان زیر یک لوای واحد و پرچم واحد میرفتن به سپری نمودن خدمت. که چون این چیز نیست؟ بدبختانه نیست. امروز عسکر میآید، بر 3 سال امرش قرارداد میشه و بعد از 3 سال هم تمدید قرارداد میشه. امروز متاسفانه دوست ما اشاره کردن، ما خوش میشم اگر یک دیدگاه خوب نسبت به بعضی از ادارات افغانستان از حکومت افغانستان در جامعه جهانی وجود داشته باشه، اما واقعیت کاملا چیز دیگه است. شما امروز برین ببینین آنچه که به عنوان پالیسی مطرح میشه در وزارت دفاع ملی افغانستان، اصلا یک چیز پالیسی نیست. اینا فقط دست لاشه ششتن، هر چی که بادار برشان میگه امور خوا گفته و خو گفته و بله گفته قبول میکنه. خب این باداره که شما استفاده میکنین، چرا این بادار نمیگه که این تجهیزات پیشرفته را شما بگیرین در مرزها جابجا شوین؟ چرا نمیکنه؟ بله، جابجا شدن در مرزها و تجهیز نمودن نیروهای مرزی یا سرحدی افغانستان این بخشی از پیشنهادات بوده که کمیسیون ما به رئیس جمهور داشت، به دلیل از اینکه کمترین توجه نسبت به اونا صورت گرفته. اما مشکل اساسی است که شما یک چیز را پروپوزال میکنین، جور میکنین، تقاضا میکنین. جامعه جهانی هم یک راستش از این است که اگر ما جنگ افزارهای بسیار قوی را به دست نیروهای افغان بتیم، متاسفانه این امکان داره که اینمی افغانها، قسمی که تجربه از گذشته موجود هست، دوباره امی جنگ افزارها را به خاطر کشتن هموطنای خودشان استفاده کنند. کاری که بیشتر از این آقای عظیمی اشاره کردن و شما رد کردن این کشتن دوباره خود افغانها را. نه، همون مسئله روحیه که مطرح کردن، ارتباط با مخالفین را. هنوزم من میگم روحیه وجود داره. و مسئله ارتباط با مخالفین شما پیشتر از این رد کردن که دوباره این سلاح استفاده شد. من کلش نیست. من گفتم در رابطه با مخالفین چیزی نگفتم با. اما این را میپذیرم به دلیل از اینکه شواهد نشان میده که یک اقلیت بسیار محدود هستند در تمام نظام افغانستان که اینا وابستگی های خود دارن و مطابق آجنده های بیرونی کار خود پیش میبره. اما بله، امروز هم میگم 10 سال بعدم میگم که روحیه در بین نیروهای امنیتی افغانستان برای حفاظت و حراست از نوامیس ملی و تمامیت ارزیشان وجود داره. ایره چرا قدر با تمام اطمینان میگم و با باور میگم، به دلیل از اینکه خودم رفتیم دیدیم در چی گونه و در چی وضعیت بعد اینا هنوز هم میخوان که بجنگن با دشمن. از میان صحبت های شما از نبود طرح قانون مکلفیت یاد کردین از سوی وزارت دفاع افغانستان، فکر میکنین این مسئله که حالا پول دریافت میکنن، قرارداد صورت میگیره، این یک نقیصه است؟ در کل نقیصه هست، به خاطر پول بودنش نه، به دلیل با وجود آوردن انگیزه ملی، بیدار ساختن هویت ملی، مسئولیت دادن به اتباع افغانستان زیر یک لوا، همه بچه سرمایه‌دار، بچه غریب، بچه شمالی، بچه پروان، بچه کابل، بچه خوست، بچه پکتیا، بچه فاریاب، کلش میره عسکر میشه و یکسان قانون برشان تطبیق میشه. این چیزایی است که یک نظام ضرورت داره، اما فقدان پالیسی، نبود آجندای درست از سال 2011 هست که گفته میشه که پروسه انتقال آغاز میشه که شروعش من فکر میکنم در سخنرانی براسم تألیف رئیس جمهور بوده. ای کاش وقت رئیس جمهور در کنار برنامه پروسه انتقال، پروسه ارزی خدمات، انکشاف و توسعه حکومتداری خوب به مردم افغانستان نیز بیان میکرد. بیان کردن در لفظ، ارائهش، تطبیقش مهمتر است. به زبان هیچ وعده نتن، اما عملا یک تغییر در زندگی مردم باید وارد. آقای رفیع، تنها یک هفته به برگزاری نشست شیکاگو باقی مانده است و این نگاه ها بیشتر امیدوار کننده است از سوی حکومت افغانستان و از سوی مردم افغانستان که دنیا پس از این در مورد مسئله امنیتی افغانستان برخورد چگونه خواهد بود. حال قرینه این مسئله چی را نشان میده؟ ناتو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان برخوردش در نشست شیکاگو از دید شما چگونه خواهد بود؟ ما پیش از اینکه به این سوال بپردازم میخواهیم در مورد این سوالایی که بیشتر شما مطرح کردین چند نکته را بگم بعد برم. در مورد اینکه اردوی افغانستان دارای یک مشکل بسیار جدی انگیزه هست، هیچ شکی وجود نداره. روحیه بسیار بالا است اما انگیزه دقیق به خاطر جنگ در افغانستان وجود نداره.
چون ما حتی دشمنان را که در برابر اردوی افغانستان می جنگن ما هیچگاهی نتانستیم به مسابقه دشمن خطاب بکنیم. اراکین سیاسی افغانستان گاهی اونا را برادر می خوانند، گاهی دوستان می خوانند. حتی کشورهای همسایه ما یک بار دشمن ماست و یک بار هم دوست ماست. حتی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین همپیمانان افغانستان گاهی دشمن افغانستان است و گاهی هم دوست افغانستان. به این لحاظ چون انگیزه بسیار دقیق برای جنگ وجود نداره، یک مقدار سردرگمی عام در بین تمام صفوف امنیتی و نظامی افغانستان وجود داره که متاسفانه یکی از دلایل، اما بدون از این روحیه بسیار بالا هست. میخوایم بگویم که دقیقاً آنچه که دوستان به او اشاره کردن، روحیه در بین مردم افغانستان به خصوص روحیه بیگانه ستیزی بسیار بالا هست. در مورد جنگ، آیا جنگ واقعاً برده شده یا باختن جنگه؟ ما باور ما این است که غرب نمیتونه جنگ در افغانستان ببازه. غرب در هر حالتش باید جنگ در افغانستان ببره، چون جنگ ارزش‌های غربی است. در واقع اگر جنگ غربی ها در افغانستان ببازند، دیگه مرزهای خود هم باختن و نمیتونن دیگه در برابر این لشکر بسیار جدی و خطرناک غرب ستیزی دیگه باز اونها مقاومت بکنن. فلحاظ این برای غرب یک جنگ حیاتی است و غرب نمیتونه از این جنگ فرار بکنه. بحث دیگه در ارتباط با این که آیا عسکر مکلفیت و یا عسکر خریدگی در افغانستان کار میکنه، ما باور ما این است که عسکر خریدگی در افغانستان هیچگاه، نه تنها در افغانستان که در هیچ جایی از دنیا کار نمیکنه. تا زمانی که یک روحیه ملی برای یک اردوی ملی در افغانستان ایجاد نشوه، ما نمیتونیم سر از او عساکری که به اصطلاح بخریم اونها را یا به اصطلاح استفاده بکنیم، با وجودی که یک روحیه هم وجود داشته باشه تا آخرین لحظه استفاده بکنیم. آیا فکر میکنید این سربازان به مو اصطلاحی که خودتون استفاده میکنید خریدگی هستن؟ در واقع یک اصطلاح بود، من اصطلاح بسیار قدیمی را به خود خدمت شما ذکر کردم، ولی شاید در مورد تمامی سربازان افغانستان صادق نباشه، چون یک مقدار زیاد از سربازان ما امروز در برابر دشمنان خارجی خود میجنگن. ما میخوایم بگویم که دو بحث ببرم، حتی در زمانی که جنگ جلال آباد وجود داشت و سربازان اردوی خریدگی نجیب هم بسیار با یک روحیه ملی در برابر عساکر پاکستانی و عساکر خارجی جنگ میکرد. در مورد شیکاگو، بله شیکاگو آخرین امکان برای افغانستان نیست. شیکاگو یک بحث بسیار جدی در مورد افغانستان است. شیکاگو در مورد افغانستان حتی بحث جدی که در ارتباط با افغانستان باشه نداره، ولی تصمیمای نهایی ناتو را در چگونگی دفاع موشکی مؤثر و همچنان دفاع موشکی دقیق در سرتاسر جهان بررسی میکنه. ولی بحث افغانستان یکی از بحث های ضمنی در پالوی دو بحث بسیار جدی ناتو است. ناتو شبه های آقای رفیع بر اصلی که بیشتر اعلام شده، بیشتر از این حکومت افغانستان به این مسئله امیدوار است، مرکزیت بیشتر عنوان میشه که افغانستان است. من باور من این است که مرکزیت اصلی بحث افغانستان نیست. مرکزیت اصلی جنرال اسمبلی یا اسمبلی جهانی ناتو است در ارتباط با چگونگی مسائل دفاعی ناتو. بعد سیاست افغانستان یا بحث افغانستان یک بحث ضمنی در اونجا مطرح خواهد شد، اما احتمالاً یکی از بحث‌های بسیار جدی در مورد مسائل مربوط به ناتو خواهد. بله سپاس. آقای عظیمی، یک مسئله که عنوان شد، حالا با اینکه پیشتر از این شما گفتن که جامعه جهانی یک گزینه دیگه را هم در پیش مردم افغانستان ممکن در ذهن داشته باشند که همون وضعیت را به گونه‌ای بسازن که مردم و حکومت افغانستان آماده گفتگوهای صلح شوند، نگاه شما نسبت به این نشست شیکاگو چگونه است؟ آیا واقعا شما فکر میکنید که افغانستان در حاشیه نشست بیشتر قرار دارد نه در مرکزیت؟ البته مسائلی که ما در مطبوعات شنیدیم، سه مورد عمده در کنفرانس شیکاگو مورد بحث خود بود. یکی خود تقویت شرکای ناتو یا اعضای ناتو است و مسئله دومی خود ارزیابی قابلیت‌های دفاعی کشورهای عضو ناتو است و مسئله سیومی مسئله تعهدات ناتو بعد از سال 2014 است. ما نمی‌تونیم که بگوییم بس زمینی است. یکی از مباحث اصلی مسئله افغانستان است که سیومی. و چون دیده میشه که کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا که در رأس است و نقش و جایگاهش در خود سازمان ناتو خاص است، متاسفانه طوری که مردم افغانستان توقع داشت و خودشان تعهدات در خصوص تأمین امنیت، ثبات و رفاه اقتصادی یا سایر مسائلی که ما را به زندگی پیشرفته نزدیک می‌سازد باید انجام می‌دادند، متاسفانه انجام ندادند. ولی حال فعلا که جامعه جهانی بلخص کشورهایی که نیروهای نظامی در افغانستان دارند به فکر از این افتیدن که جنگ در افغانستان ادامه دارد. قبلا ادامه داشت، بعد از حضور جامعه جهانی ادامه دارد و در حال حاضر هم جنگ در جریان است. بنابراین تا چی وقت ما از اینه بکنیم
و تا چی وقت ما در این جنگ درگیر بوده باشیم. ما شما میدانیم که حتی سال 2014 را بعضی کشورها معیار قرار دادن و خودشان پس دوباره عقب نشینی کردن و حتی در سال 2013 میخواین که قوای خود را خارج بسازن. میخواین که یک تعهد موجود بوده باشه و نگرانیایی که کشورهایی که در مخالفت با ناتو قرار دارن و همچنان خود مردم افغانستان که انتظار تعهدات دراز مدت کشورهای عضو ناتو را دارن، این تعهدات برای افغانستان در این فرانس داده شوه و دیده شوه که حکومت افغانستان با چی آجندا و چی برنامه در یک نشست اشتراک میکنه و چطور میتونه که تعهدات جامعه جهانی را بعد از سال 2014 در خصوص امنیتی بگیره. البته به ادامه از این کنفرانس توکیو برگزار خواهد شد که او حمایت های مالی را بعد از سال 2014 تضمین خواهد کرد. بیننده به روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز است. به عنوان آخرین پرسش، حال با توجه به گذشته، نگاه جامعه جهانی نسبت به افغانستان، چگونگی مدیریت روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی، آینده چگونه خواهد بود؟ آقای حبیبی؟ من فکر می‌کنم که آینده به هر حال تا 2014 گمانه‌زنی‌های زیادی هست که احتمالاً وضع خرابتر شود، شاید نیروهای مخالف و کمک پشتیبانانشان در منطقه احتمالاً منتظر هستند که 2014 فرا برسه و مأموریت ناتو با عنوان یک مأموریتی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به ناتو واگذار شده، به آیساف واگذار شده، این خاتمه پیدا بکنه در آخر 2014. بعد از او اینها دوباره بیان وارد عمل شوند و وضع را به هم بریزن. بسیار گمانه‌زنی‌های است در شما در بین جمعیت افغانستان در سرک ها، در کوچه و بازار وقتی با مردم صحبت بکنی همین زن وجود داره که احتمالاً بعد از 2014 وضع به هم بریزه. نکته اساسی که به نظر من مهم است این است که چنان که مهمان برنامه گفتن و همطور خانم بارکزه اشاره کردن، جامعه جهانی و در رأسش ایالات متحده امریکا به هیچ عنوان به نظر من اجازه نخواهند داد که جنگ ناکام شبه. بله، اما این که یک نگاه منفی نسبت به این مسئله وجود داره، پس چرا؟ این نگاه منفی برای این که شما همین که وقتی میگیم که نیروهای بین‌المللی از افغانستان خارج میشن، خودش یک نوع احساسی رو به وجود میاره که شاید دیگه فضا خالی میشه و احتمال نیروهای مخالف دوباره وارد عمل شوند. که چون این چیز از دید شما ممکن نیست. که چون این چیزی به این لحاظ از دید من درست نیست که نقش نظامی که در جبهات نیروهای بین المللی به عهده دارن کم میشه، ولی تعهد جامعه بین المللی و حتی حضورشان در شکل دیگری در افغانستان ادامه پیدا خواهد کرد. این است که به هیچ عنوان به نظر من این مایه امیدواری مخالفین و کسانی که در پشت این اجندا هستن که افغانستان رو وزر دوباره به هم بریزن، به نظر من شاید امیدواری دقیقی نباشه. سپاس خانم برگزای، نگاه شما؟ ما به این باور هستم که ما سالهای دشواری را سپری خواهد کردیم و امیدوار هستم اونهایی که حمایت میکنه از مخالفین نظام افغانستان و دولت افغانستان، بیشتر امیدواری وجود داره که اونا هم به این قوتی که امروز هستن باقی نبانن. شاید ما شاهد تغییر رژیم ها در همسایگی ما باشیم، شاید ما شاهد فروپاشی بعض نظام ها و دولت ها باشیم و در عین حال اجازه بتین بگویم که بعد از 2014 با تمام مشکلاتی که داریم، با حمایت جامعه جهانی و با مسئولیت پذیری مردم افغانستان، ما میتونیم به طرف یک آینده سعادتمند قدم بگذاریم. هنوز اول راه هست، حوصله را از دست ندیم و امید همیشه در کنار خود داشته باشیم. این آغاز را چه پایان خواهد داشت آقای رفیق؟ که جنگ با برآمدن قوت های خارجی افغانستان کم هزینه میشه، ولی برای کشورهای منطقه که به جنگ علاقمند هستند پر هزینه خواهد شد. فلهذا باور ما این است که در افغانستان و در منطقه صلح خواهد آمد نه جنگ. باور ما بسیار جدا به این خاطر است که کشورهای منطقه دیگر تحمل جنگ دراز مدت ندارند وقتی نیروهای خارجی برای. سپاس آقای عظیمی. آیا واقعا کشورهای منطقه دیگر هزینه را برای جنگیدن در افغانستان نخواهند داشت و صلح در افغانستان تضمین خواهد یافت؟ ببینید، مخالفین دولت افغانستان بسیار بی‌صبرانه انتظار 2014 را میکشه و به زعم خودشان که گویا نیروهای بین المللی که وقت خارج شد، مانند نیروهای شوروی که از افغانستان خارج شد و بالاخره به شهرها حمله میکنن و نظام ساقط میسازن. مسئله دیگه که من میخوایم اشاره بکنم، در این شک نیست که ایالات متحده آمریکا با حضور درازمدت به افغانستان متحد است، با در نظر داشته
منافع ملی خودشان. وقتی که ما میبینیم پایگاه هایی که خود بررسی تکنیکیش در سال 2017 ختم میشه و آغاز کارش در 2017 میشه، طبیعی است که امریکا در اینجا حضور میداشته باشه، ولی یک مقدار فشار داخلی به بعضی کشورهای اروپایی کوچک وجود داره که اینا نیروهایشان از افغانستان خارج خواد شدن و در ضمن در موقعی که نیروهایشان در اینجا حضور داشتن و افغانستان در میراق توجهشان بود، کمک‌های کم کردن وقتی که نیروهایشان خارج میره از افغانستان و کمتر به افغانستان اینا رفت آمد دارن، طبیعی است که افغانستان از توجهشان مفته و ما هم توقعی از این نداشته باشیم کشورهای کوچکی که در اروپا هستن که اونا همیشه افغانستان همکاری بکنن. سپاس. بیننده روایت دیگر از تولو و شبکه جهانی تولو نیوز بودید. با سپاس از خانم شکریه بارکزای عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان افغانستان، آقایان فرهاد عظیمی نایب منشی مجلس نمایندگان افغانستان، امینالله حبیبی آقای روابط بین الملل، عزیز رفیعی رئیس مجتمع جامعه مدنی. با سپاس شما که فعال بیننده این برنامه بودید. شما همچنان می توانید این برنامه را در تولو نیوز.com صفحه روایت دیگر نیز بیننده باشید. تا هفته دیگر در همین جا در همین ساعت خدا نگهدار.